به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن در منطقه غرب لس آنجلس در شهر سانتا مونیکا و بلوار یک گالری جمعی از کار تعدادی از هنرمندان ایرانی به نمایش عمومی گذاشته شده. در این گالری 15 زن به همراه عباس حجت‌فنا تعدادی از کارهای خودشون رو عرضه کردن و موضوع و عنوان این نمایشگاه در ارتباط با محوریت زن هستند. از شما دعوت میکنم به این گزارش درباره این گالری توجه کنید. در آستانه 8 مارس روز جهانی زن در تاریخ 4 و 5 مارس در شهر سانتا مونیکا و بلوار پیکو نمایشگاهی از آثار نقاشان زن ایرانی به همت عباس حجت‌فنا هنرمند ایرانی ساکن لس آنجلس برگزار شد. در این نمایشگاه آثار 15 هنرمند نقاش ایرانی از ایران، مونترال، لس آنجلس و اورنج کانتی به همراه آثاری از عباس حجت‌فنا به نمایش درآمد و با استقبال هنرمندان ایرانی ساکن لس آنجلس و علاقمندان به هنر همراه بود. گفتنیست 8 مارس روز جهانی زن در بسیاری از کشورهای جهان گرامی داشته می شود. 8 مارس روزی است که زنان جهان بدون توجه به گرایشات مختلف فکری، عقیدتی و نژادی به یادآوری موفقیت ها و دستاوردهایشان می پردازند. در حقیقت این روز مجالی است برای نگاه کردن به گذشته در مسیر تلاش ها، منازعه ها و فعالیت های پیشین و بیشتر برای نگریستن در راستای حرکت های پیشین و حرکت‌های پیش رو برای باز کردن راه در جهت‌های شکوفایی استعدادها و فرصت‌هایی که در انتظار نسل آینده زنان است. سالانه میلیون‌ها تن زن و مرد در اقصی نقاط جهان روز 8 مارس را با ترتیب دادن اجتماعات، گردهمایی‌ها، گالری‌ها و فستیوال‌های فرهنگی و هنری گرامی می‌دارند. انتخاب روز 8 مارس به عنوان روز زن به خاطر مبارزه زنان کارگر صنعت نساجی کتان در سال 1857 میلادی در شهر نیویورک آمریکا بود. شرایط کاری سخت و غیرانسانی با دستمزد کم کارگران زن در اوایل قرن 20 که همراه با مردان در کشورهای صنعتی وارد حوزه صنعت نساجی شده بودند، آنها را وادار به مبارزه علیه این بی‌عدالتی به شکل سازمان یافته و منظم کرد. در این روز کارگران نساجی زن در یک کارخانه بزرگ پوشاک برای اعتراض علیه شرایط بسیار سخت کاری و وضعیت اقتصادیشان دست به اعتصاب زدند. خاطره این اعتصاب برای کارگران صنعت نساجی باقی ماند و نارضایتی عمومی از این شرایط برای زنان کارگر ادامه داشت. بعد از گذشت بیش از نیم قرن، کارگران زن کارخانه نساجی کتان در شهر نیویورک به منظور احیای خاطره اعتصاب در این روز که تبعیض، محرومیت و فشار کار و حقوق بسیار کم زنان را به یاد می‌آورد، دست به اعتصاب زدند و سرانجام در ادامه اعتصابات خود موفق به دستاوردهای جالب توجهی بودند. به همین دلیل روز 8 مارس به صورت سنتی به نام روز مبارزه زنان علیه بی‌عدالتی و فشار علیه زنان در خاطره‌ها باقی ماند. برگزاری نمایشگاه‌های آثار هنری هنرمندان زن به مناسبت روز جهانی زن در آمریکا معمول و مرسوم است و به همین مناسبت در گالری بلو 7 آثار هنرمندان زن ایرانی برای اولین بار به مناسبت روز جهانی زن به ابتکار عباس حجت‌فنا به مدت 2 در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است. سپتامبر داشتم به فکر این بودم که نسل خانوم های ایرانی که در اینجا هستن
کلی نقاش جوان من میشناختم، نقاشای خوب، و همیشه میگم اینا امکان گذاشتن نمایشگاه براشون خیلی سخت بوده. چون میدونی تو امریکا خودتون بیشتر واردید به این مسئله که چقدر سخت یه همچین کاری. من فکر این دیگه گالری بود که من باش صحبت کردم و برای دو روز من اینو اجاره کردم ازش به قصد اینکه یه نمایشگاه گروهی بذارم. بعد این وقت خالی که داشت درست دیدم چه خوب همزمان شد 4 و 5 مارچ که همون هفته برای 8 مارچ روز جهانی زن، و این ایده باعث شد که خب دیدم بیشتر این کسایی هم که من میشناختم نقاش خانم هست. خیلی جالبه که تعداد نقاش اگر من دنبال این میکنم حتی 1-3 شاید نقاش مرد در مقابل نقاش های زن در اینجا بیشتر هستن. و شروع کردم کارا رو دیدن و دونه دونه دنبال اینا رفتن و یه مجموعه ای که اول قرار بود مثلا با 10 باشه بعد شد 15 نفر، خودم هم به عنوان نخودی گذاشتم اون کنار که باشه نمایشگاه نقاشی های 15 زن هنرمند ایرانی و یک مرد.